اگر تو یار که من باشی من به دنیا غمی ندارم اگر تو مهمانی من باشی من به دنیا همه را دارم اگر تو مهمانی من باشی من به دنیا همه را دارم در حقیقت زیبا میسوریت خوجسته همین طور نه درو دوستان عزیز با شما هستیم باز هم با برنامه قهوه با سهراب شو و چگونه که دیدید و دونستید مهمونی این نوبتینه برنامه مون کیست با شما خاطر رسون میکنیم که یک مهمونی دیگر نیز داریم و فکر میکنم حجت به معرفی نیست زیرا او رو شما میشناسید ولی فکر میکنم در شأن اون کسی است باید یک سخن خوب و خوش بگوییم زیرا او هنرمند واقعاً هم زیبا خوش سلیقه و نوتکرار است مهپیکر یاروا به عنوان خوشگل و خوش سلیقه فعال کشورمون شما رو با برنامه نوبتی قهوه با سهراب شو خوش آمدید میگویم سلامت باشید من میخواستم در اول بپرسم که در چه حال و هوای در چه وضع قرار دارید امروز ها در حال و وضع بی‌نهایت خوب گویم اگر از جهت زندگی شخصیم بد نیست خوب است و ایجادیات من اصلا از جهت گویم اگر با حافظه دوست داشته من خواهرک مهربان من خجسته جان زیاد است همکاری زیاد کردگی هستیم و
فکر میکنم در آیند باز هم همکاریمون زیادتر میشود. درست. میدونم من بچه توجه کردم، من زیاد میدیدم که در شبکه های اجتماعی هر دو شما یک جو هستید. در همه چه را بینیم و ما نیز تصمیم گرفتیم که این نوبت هر دو شما رو در برنامه دعوت بکنیم. چون من فکر میکنم وقتی انسان ها یک دیگر رو میشناسند، آشنایی خوب دارند، صحبت خوش میکنند و زود زود وام میخورند، خیلی هم صمیمی هستند، میر زیادتر میشود. و شما رو نیز در برنامه های قبلی من دعوت کرده بودم و بله، فکر میکنم بله. این صمیمیت بین ما و شما بله. دیده میشود. خجسته در این ماری چی میگوید؟ در مورد چی؟ در مورد اون کی در چه حال هوای قرار دارید؟ حالم بد نیست. حالم بد نیست. سلام میخواستم سلام خود رو باتون بینندگان تلویزیون سفینه برسونم. من فکر میکنم که یک برنامه که جالب میشود. بله، اومد بشید. من امیدوار هستم. و ببخشید عذر برای فراموش کردنم. چگونه قهوه مایل دارید شما؟ کاپوچینو. کاپوچینو. قهوه اودی. اودی. خوب، با ما سه قهوه اودی بیارید لطفاً. ادامه میدیم. خوجسته با ایجادیو تا مشغول هستم این سال یک چند سردوی زیاد سردوی نو بله بله کردم ویدیو کلیپ های نو هم پیشکش نمودم و یک چند ویدیو کلیپ و سردوی نو باز مورو انتظارم در اویانده همین سال خودی همین سال با فکرم یک با دو کلیپ با اپای مو پایکر اونجا نقص ده بله بازی کردم در نقص آفردم و در سیوم کلیپ هم نیست چهار سه کلیپ رو شما چورم این این چورم هست شد بینید من خطیری مفکر هست چیز در خطیرش نخست هست من که هر روز ببینم شده فکر میکنم هر روز زندگی مخدش کلیپ اگه ببینید به نزدیکی که یک کلیپ خجسته بود اون کلیپی یعنی سرودی پاپوری بود داشت بس مرو بود نکنم و در اونجا یک حال بود که خجسته دختری من رو میبازید من هم هر وقت هر وقت مادری کنده سختگیر مادری که دخترش باید در خانه باشد من کار بوری خانه کتی مشغول شد و همچین هم خوردگی هست از من این کلیپی نواتون در کلیپی نوی که همین یک دو هفته پیش برامد شما بار میکنم همچین از راستی میزن برای چی میزدن؟ برای که همه حالت خودش بکنند و ترسد چون شما که هنرمند تئاتر و سینما هستید برای به طور ریالی یک چیز رو انعکاس کردن فکر میکنم ضرور است ولی خود هسته اگر نرنجیده باشد نه نرنجیدم برای من آگاه کرده بله برای من نیز نقش آفریدن در کلیپ هم این یک نووری است نوگونی است نوگونی است ببینید نوگونی گفتید ما در برنامه مذکور هر نفری که یک نوگونی دارد در زندگی خود در کار و فعالیت خود در وجود خود کوشش میکنیم دعوت بکنیم و شما رو نیز یک چند زمان پیش فهمیدیم که از یک فستیوالی خیلی هم با شکوه برگشته بله، بله. و شنیدیم که باز هر دو شما در قطار دیگر هنرمندان در اونجا اشتراک کردید بله. چگونه بود این فستیوال چگونه میگذشت میدونید این فستیوال بین المللی دردانه روی ابریشم نام داشت و در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان گذشته بود و در اونجا ما از طرف اتفاق سینماگران دعوتی بودیم یعنی ما همچنان از زایون اتفاق سینماگران خجسته جان مهمانی بود که در اونجا سرود سرایید و در سرود دن این تمام این همون تالار از 135 مملکت دنیا بودن تمام تالار با وجد آمد و رقص کرد و در جای نشستهشون هم رقص و بازی میکردن و این فستیوال به نهایت با شکوه بود شکرانه از آن میکنم که دو پریزیدنت جمهوری یعنی جناب عالی ما محترم پیشوای ملت ما روم علی رحمان و پریزیدنت ازبکستان شوکت میرامونویچ با هم یعنی شرطنامه به نهایت خوب بستند که دروازه و در سرحد یعنی کشوده شد بله، و ما آزادانه میتوانیم با بخانه همسایه رفت آمد کنیم و این هم سبب بود برای ما و بود یک شرطنامه دیگر بستن با توجیک فیلم یعنی مؤسسه دولتی توجیک فیلم سینماگران ازبکستان با بله بله با مؤسسه دولتی توجیک فیلم اوید فیلم تاریخی درباره عبدالرحمن جومی و علیشر نوایی و این گونه شرطنامه ها خیلی زیاد بود بله بله در همه سمت و سوهه ها این گونه بله، شرطنامه های بله. همکاری دیده می شود بله. چی در سمت اقتصادی چی در سمت فرهنگ و معنویات و اجتماعیات اینگونه شرط ماهی همکاری بود باید. اونجا توجه ما باز زیادتر در اون بود که ما چهره های شناخته که تمام دنیا آنها رو میشناخت با آنها واقع خوردیم و عکس گرفتیم و
با آنها صحبت هم داشتیم و این میدونید آنها تاریخ هستند. بله. یعنی هنرمند شناخته ما سایرام سویوا که صاحب جایزه شد. بله. سایرام سویوا برای سهم گذاشتم در فیلم های جهانی جایزه گرفت. و جایزه رو نیست پرودوسر، رژیسور تیمور بیگمنبتوف تقدیم کرد. تقدیم کرد. این خیلی خوب است وقتی که هنرمندانی توجه نوب است از اون که در کدام سمت هنری کار فعالیت میکنن، در این گونه فستیوال های اشتراک میکنن و عرف و عادت و فرهنگ و صنعت کشور خیش رو اونجا معرفی میکنن. ببینید که شما گفتید میانی زیاده از 135 کشور در این فستیوال اشتراک کردن. اکنون تصور کنید که مثلا شما اونجا بودید اما من نبودم. من تصور میکنم که هنرمندان تاجیک اونجا چگونه برآمد کردند، چگونه لباس داشتند، چگونه فرهنگ کشور خود رو معرفی کردند میان 135 کشور دیگر. این خیلی هم افتخار است، این خیلی هم یک سهم بزرگ است از طرف یک هنرمند. خوب خوجسته چگونه احساسات داشت وقتی که اون قدر فستیوال بزرگ و باشکوه رو دید و اونجا برآمد کرد؟ خب بازم شکرانه عبودی وطن که ما می توانیم به فستیوال ها را، من زیاد فستیوال ها رفتم اشتراک کردم ولی در کینه فستیوال یکم بار، این یک نوگانی بود برای من و بسیار باعث فخر بود که من با همراه زیاد هنرمندان تئاتر و کینه در اونجا بودم، یک هنرمند، یک آوازخوان، یک آوازخوان و بسیار مینداری خود را به اتفاق سینماگران می رسونم که من را از بین هنرمندان انتخاب کردن که من توانستم در یک صحنه با زیاد هنرمندان ایرفایی برای برامد کنم و بسیار باعث فخر بود که من در یک صحنه با آوازخوانهای خیلی هم مشهوری دنیا در یک صحنه سرود خواندم. بهترین. یک سوال دارم اما بعد از اون که قهوه به نزد ما آورده می شود لطفا قهوه های ما رو بیارید. تشکر. خوب چون برنامه نام دارد قهوه با سهراب شو و این رمزی برنامه ما است، ببینید که یک منظره خوب هم در بلوی قهوه نیکاس شده است. بله، سه تا دیل. سه تا دیل مثل سه نفری ما. بله. خوب نوشی جان میکنم. چی رو میخواستم بدونم؟ شما گفتید خجسته که در یک صحنه با دیگر آوازخوانان مشهور جهان هنرنمایی کردید. من و فکر میکنم تماشابین نیز کنجکاو است بدوند که با کدام آوازخوان ها در اون صحنه برآمد کردید. فیلیپ کیرکوروف از روسیه. بله. از ترکیه سردار ارتک. باز در صحنه دیگر هنرمندان نشسته تماشا داشتند، از جمله استیون سیگل، میتخون چکرابورتی. هنرمندان تئاتر و کینو اونجا بودند؟ بله، خیلی زیاد بودند و نام هنرمندان خب بالیوود زیاد بودند. میتخون چکرابورتی بود، فرزند راج کپور بود اونجا، گلشن گروور بود. بله. اکتورهای روس نیز زیاد بودند، رژیسورها، پرودوسرها. بله بله. یعنی همه چهره‌های شناخته، چهره‌ای که نه تنها در مملکت خود اونا رو میشناسن بلکه در تمام دنیا، در تمام جهان و فیلم های آنها رو دیدگی هستیم، کار نوربرداری آنها رو دیدگی هستیم. و میدونید سوروب جان، افتخار ما از اون بود که وقتی که ما با قلد روستو کرسنه دروشکا میگویم راه روی قرمزی و وقتی که ما دخترها، زنها، لباسهای منهای ملی خودمون در بر و در حقیقت ما از همه فرق میکردیم و بودن حالاتی که می اومدن عکس می گرفتن، لباسهای چکم رو دیده عکس می گرفتن و همه اون لباسهایی که در تن ما بود این همه از خورشید ساتورو بود. یعنی دوست از طراحی دوست داشتنی ما خورشید ساتورو بود و میدونید این یک جشنواره بود که مثلا این جشنواره در دوره شوروی میگذشت. یعنی تاریخ دور دراز دارد. بله، این در دوره شوروی میگذشت و من یادم هست که هنرمندای ما یک چند تاش به همین جشنواره در دوره شوروی دعوتی بودند و بعد چندین سالها از ما این جشنواره رو باز زنده کردن و آغاز کردن و با چونین گویم هنرمندانی، یعنی اون چهره های شناخته دنیایی باز جشنواره خود رو آغاز کردن.
و فکر میکنم چون خوجسته گفت که برای من ناگونی بود بله یک واقعه خوب هم بود برای خوجسته که در این سال در این عصر روبرو شد با هنرمندانی که شاید دوستشون میداشت و فیلم های اونها رو تماشا میکرد بله خوب در ادامه صحبت میخواستم بدونم که کلیپ ترانه نو خود در کجا ثبت کردید چگونه فضا بود چگونه محیط بود و شما رو به غیر از خانم مه پیکریور و باز کی ها همراهی میکردم من راستی همین ماه سپتامبر دو کلیپ برآوردم دو ویدیو کلیپ برآوردم یکیش در روز جشن سیمین سالگرد استقلالیت برآوردم که سرودی مهنی بود سرودی وطنی بود و بعد از اون یک بزمروی دیگر که مهلت یک 10 دقیقه سرود در اونجا من بازی کردم نقش فریده همچون یک هنرمند مثل هنرمندی تئاتر و سینما از اولش برام بد نبود بد نبود در اونجا اپای مه پیکر مادری من بودن استاد قربان صابر پدرم بود نصرالدین در اونجا بازی میکرد و باز در اونجا سلیمان سفرف بازی میکرد و یک سی اکتوری هنرمند تئاتری لاهوتی و دیگر هنرمندان همچون در مسافکا اونا هم بودن حالا که یک پنجو نفر شدید به فکر بله بله خیلی زیاد بود گروه خیلی بزرگ بود و باز نقش های دیگر است بود که من در اونجا یک نمگونی دیگر چی بود که من در اونجا رقصم کردم با انسامبل زیبا با اون لباس های چکن در اونجا انسامبل زیبا نیز دخترهایشان با من رقص کرده بودند خورشید ستارف دیزاینری تمامی لباس ها بود و میرزا ستارف با ما خریوگراف بود و درس میداد رژیسورمون اکای امید بودن بله چطور رو که شما گفتید یک 50 نفر بودیم ببینید من چی احساس دارم الان چون یک تیم بزرگ ایجادی اونجا بله همه ایجاد جمع شده بود اون ترانه رو اون کلیپ رو حتما باید همین الان پخش کنیم چون تماشابین نیز انتظار است از گفته های شما که ببینیم اونجا چی گونه فضا بود چی گونه صورت گرفتیم یک چیز دیگر رو میخوام قید کنم که چون که شما میدونید من هنرمند اپرا سرا هستم برای من این طرز سرودخوانی یک نواز برای که من سرودی این سرودی خلقی رقصی بزمی است و من کوشش کردم که خب کمی باشد از اهدهش برای من و از اهدهش اولی هم برامد دیگر کجاسته باشد نباشدم در غیبشم گفت زده میتوانم که یعنی ببینید من هنرمند هستم من اعتراف دارم وقتی که هنرمند نه تنها سرود خونده میتواند و همچون ارگانیکای آن همون هنرمندی یعنی اکتوری هم دارد یعنی وقتی که امید سلطان مراد با خجسته میفهمون که اپا جان انا این خراکتر در کار انا این حالت در کار میکرد یعنی نشان داده میتوانید و نمیترسید مثل اون ناز و کرشمه هم نمیکرد یعنی مهنت با من معقول نیست من برای همین خجسته رو دوست میدارم که انا همین خصلتش یکی از خصلت هایش همین است که در رفت کار هیچگو ناز و کرشمه نمیکنه کارگردان چیزی که گوید همون رو میکنه یعنی فکر و عقیده همه رو به این نوبت میگیرد میدونید برای چی؟ برای اینکه همین ویدیو کلیپ با من ضرور است با اون کارگردان نه این کاری من است من باید خواهم نخواهم بیچید بله ولی یکی دیگر هم باید اخراف شد مثلا من چون میشونم از حرفهای خود مپایکر یک چیز رو پین داشتم یک چیز رو بخود گرفتم که هر کس رو نه در غیب و نه در حضور داشتنش وصف میکنم و میگویم که تو از اوده انامین کور با خوبی برامد بله و برای آوازخون مهم است که هنری اکتوری هم داشته باشد بله حتما و ببینید که 10 دقیقه اگر این کلیپ ترونه دوام کرده باشد این یک خیلی کوری دشوار بود بله مدت است خیلی کوری دشوار بود اونجا هم برامد کردن هم هنرنمایی کردن هم سخن چند نفر دیگر رو بین اومد گرفتن خیلی مشکل است راستی ما شبانه روز یک چند شبانه روز خواب رفتم نبودیم چقدر مدت دوام کرد؟ راستی یک قسمش قسمی رقصی و خوریوگرافی بود ما از ساعت 11 شب سر کردیم تا هفته سحر شبی در روز بودن اونجا سرود خونده رقص کردیم خیلی جرایانش دشوار بود و یک روز دیگر ما به قراتاق رفتیم و در آنجا بازم از سحر از ساعت 6 تا ساعت 10 شب بود بله در آنجا باز دو روز بود سحر دو شب بله یعنی میدونید کار همین است وقتی که تو تلاش میکنی تو مهنت میکنی تو کوشش میکنی که کارت پگو یعنی تماشابین بیند
تماشابین بها میدهد، مخلصانت بها میدهد و البته که تو این کار رو برای اونا میکنی همین خیلی هست؟ البته برای خودت هم نیز این یک راحت میارد ولی اگر بد باشد از مخلص و از تماشابین سخنهای نجا هم شنیدن ممکن است یعنی یک کار باید انجام میده که به طور کسبی نو بسته از اون که در اون کار گروهی که ها برامد میکنند بله. کی میسروید؟ اونجا مهم این است که کارگردان پشتی صحنه پشتی کادر با پرانی یک چیز بسوزد که تماشابین اون رو ببیند و واقعا هم احساسی خوشحالی کنند بله بله, بله. یارم اصلی جانم شکری یارم اصلی جانم شکری در بین همه مردمی عالم دیگری در بین همه مردمی عالم دیگری یارم اصلی جانم شکری یارم اصلی جانم شکری در بین همه مردمی عالم دیگری در بین همه مردمی عالم دیگری وقتی که فیلم های گالیوود بالیوود که پرو تماشا میکنه فرقی هست 100% فرقی دیده میشه و اکثر تماشاگران میگن که کی میشد باشد اون روزی که در مون هم خیلی فیلم ها شود یا که کلیپ هایی که آوازخوان ها ثبت میکنن در خارج کمی شده باشد که همین خیلی مثلا در مو هم همین خیلی سبتی کلیپ ترونه ها کنند این به معنی بدش نه مرا درست فهمه به معنی اون که مردم آرزو میکنند مردم انتظار آنند که همین خیلی چیز ها پیشرفت شود هم قدم زمان باشد پیشروی دیده شود سروب جان میدونی یک چیزی هست که وقتی آخر بسیار میشنوم از سامانه اجتماعی اونی که هنرمند بسیار شده یعنی هنرمند حرفه نیست خواندگی نیست، مکتبی چه سرایندگی، مکتب اکتوری، مکتب دشوار است. این زینه به زینه باید او رو آموزید. یعنی هر یک نوزوکی خودش رو دارد. اما حاضر در یکان فیلم کوچک بازی میکنم یا در یکان فیلم نقش اساسی رو بازی میکنم. اون اکتور نیست، خود میبخشید من هم شما رو خفه کردنی نیستم. ولی خود روزنامه‌نگاران یا سامانه اجتماعی یا بلوگران من نمیدونم او رو همچون اکتور یا اکتریسه پیشنهاد میکنم او رو همچون سراینده پیشنهاد میکنم همون روزنامه‌نگارم فکر میکنم از همین سوال خوب نگذاشته است که یک نفر انسان هنرمنده که در ناخونه بله هنرمند است او رو معرفی میکنند این چیز تمام درست نیست در صد سال شاید یک کس استعداد خدادار داشته باشد و مثل گویم عطا محمد جان است و مثل رجب حسین و مثل هاشم گدو یعنی ببینید این قدر ما هنرمند های بزرگی داریم که حاضر هستن و مثل اونا جوان هایی که گویی که دوام دهنده کار حسابی هم بله هستن نیست یعنی سبب چی؟ چون که ما خودمون آنها رو میبرداریم ما خودمون آنها رو اعتراف میکنیم و ما میگویم تو زور هستی یک جوانی که یک دوتا سرود خواند یا یک دختری که در یکم نقش فیلم آفرید نقش اساسی میگم تو زور بازی کردی فکر نمیکنی از همین برای هوسمندی باشد چگونه هست شاید ما رو با سیاق سخن خوب با یک لحن شیرین هوسمند میکنن که همین گونه ادامه دادن که باز خوبتر میشه مکتب رو خوانم حتما به مکتب رو خوانم درست البته وقتی که اون مکتب رو میخواند باز میگم کنم موقع پای کرد بزری بیشیو با هم باز پیشنیاد کردنی بودم که خود اصلا در کلیپ نبایدش من رو دید زروب جدید، من با شما چی گفتنی هستم؟ یعنی شما که خودتان ایجادکار هستید، همیخواه هست یا نه؟ شما در این سمت کار کردگی هستید و بگذار کم کم باشد، اما باشد، همون گوهرک باید باشد وقتی که من بینم چشمونی همون چی دختر چی بچه باشد میدرخشن و حس میکنند این چیز، البته میگه خوب است زروب جدید، شاید این یک گویم چی هست یک اونی که
مارو تمامی تاجیکستان شناسد. یعنی همونو در نظر گرفتم که میخوان که بشناسن داشون ولی نمیخوان که بله نمیخوان که با طور کسبی بیاموزن. اینو درست است چون حاضر تماشابین حاضره رو فریب کرده نمیشود. من خواستم در برای همون شبکه‌های اجتماعی حرف بزنیم ولی بگذار این موضوع موضوع شخصی باشد. من با دیارو کردو رسیدم. من میبینم زیاد خوجستم استوریس میکنه فعال است. زود زود نشر میکنه در لنتای خود. خب که خانم پایکر میبینم که در فیسبوک فعال است. زود زود استوریس میکنه من هم لایک میمونم. نم اصلا فقط 100 فویز میمونم. 100 چی گفتنیم؟ شما که یکی از استفاده برنده های نه فقط فعال شبکه های اجتماعی هستید بلکه در زندگی، در کس، در کار، در ایجادیات نیز فعال هستید از همین شبکه های اجتماعی تا کدام درجه استفاده میکنید و برایتون خوشایند است آنجا با قبل 24 ساعت حضور داشتم یعنی که برای شما ضروری است چگونه ریاکسیا میگیرید از طرف استفاده برندگان دیگر راستی من همین از خوب میخیدم یکمین کاری که من میکنم تلفن رو میکپم میدم با سایت اجتماعی و من فکر میکنم اینترنت یک چیزی ضروری است در زمانه ما و چی طور استفاده بردنش از خود انسان رو بسته است من راستی خیلی چیزهای به خودم ضروری چیزهای به خودم فایده آور زیاد میگیرم از اینترنت لیکن من گاه گاه در یک سال یک بار دو بار میرم هم یک اونجایی که من در اونجا اینترنت نباشد برای اونکه گاه گاه لازم است که حسابی خود را آرام کنیم. از فضایی شما بله بله بله. بله. بازن وقت حسابی میکنم. نبیدید حالت بود که وقتی که پاندمی یکم پاندمی که بود در ماه شریف رمضان بود و وقتی که خبرهایشون به نهایت زیاد شد بله. مخصوص برای من اینترنت اوک های مفتم دستم نرود یعنی فیسبوک این دستم نرود. این حالت رو من هم داشتم. برای که به نهایت میدیدی، میشنویدی، میخوندی خب کسی آدم نزدیکش رو از دست داد به نهایت زیاد بود و ان همین مدت همه خواهی روی کشوی سامونه اجتماعی فیسبوک رو اول خود با میگوی نه، باز یکم خبری ناخوش میشد ولی بعدا اویسته اویسته یعنی ببینه در فیسبوک هم بسیار خبر برو فهمیدن ممکن است یعنی که زود روز دارد باز زود روزش تبریک میکنی یک سخنی خوب میگوی اول که او آدم هم دلش گرم میشود یعنی یکم کس یکم پیش گویم اگر یکم کس صاحب جایزه شد یا که کسی فیلم گرفت همه این برات یک خرسندی خودش رو هم دارد و اوید سامانه اجتماعی گفتید مثل بچه هایی که ستودیا سیمرغ سینما یک فیلم کوتاه سربار گرفتگی بودند و در سومین جشنواره علاقه بین المللی یک جایزه گرفتن در قرقیزستان جایزه گرفتن در آلماتو و جایزه گرفتن در کینوفستیوال بین المللی توشکند بهترین نقش مردونه رو عبدالکریم مشرف گرفت بهترین فیلم فیلمی بچه ما شد این فخر ما بود وقتی که در بین 135 مملکت دنیا تاجیکستان صاحب چنین جایزه شد باور کنید ما از جوی همون خسته دوز زده بود با پیش تو چکستان بودید یعنی انا همین سامانه اجتماعی بود که در اینجا این خبرها رو فهمیدن و با پیشوزگیری همون بچه ها رفتن این میدونید سامانه اجتماعی ضرور است ولی برای چی ضرور؟ برای خبرهای خوش برای اقدامهای خوش اما یک چیز دیگر است که وقتی که با دوستان با میخوری خب اول میشینی سری میز قهوه میمیشی صحبت میکنی بول پسنی بعد از ده دقیقه هم آنکه یعنی ببین این هم ضرر دارد یعنی ضرر چی دارد؟ ضرر که از هم دیگر باز دور میشه در خانه هم همین محیط است من خانه وقتی که میروم فرزندم جیانو همه من همی خیل از سلام شما نه سوز تیج گوشنا تاشنا نیست. ها ناز ما خوردیم چه جون؟ مالش. یعنی ببین مناسبت دیگر می شود. این هم بد است. شما جوان هستید. گفتید که جهت های خوبی هم دارد. بله شما که جوان.
بله همون با میور بار استفاده با بله با کسی رو هنگام استفاده با تحقیر نکن بله همون کتابی که اوزر شما گفته استودن همون رو میشد از اینترنت بخونید بله وقتی که بله خلاص چشم ضرر داره خلاصه من باوردارم که اگر دو تلفن داشته باشید در اینجا علاقه لنت اینستاگرام شده است در اینجا کتاب شما انتخاب کنید اینستاگرام رو اول کم کار اینستاگرام هر خیلی دشوار است بوار کنید من امتحان کردم از اینترنت از شبکه‌های اجتماعی دسترس کردن مجله و مقاله و کتاب استفاده کردن و خوندن من فکر می‌کنم دشوار است هم برای چشم ضرر دارد از جهت طبی هم برای چشم ضرر دارد بله خوب می‌شود که کتاب رو در شکل اصلیش بگیریم بخونیم و اینترنت رو در یک وقتی معین استفاده کنیم خوب به عنوان خوش سلیقه و فعال کشور در عموم کشور می‌گم چون شما را تاجیکستان می‌شناسد تاجیکستان می‌داند چگونه شما هنر رو کسب و کار دارید و تا کجا شما کسب و کار خود رو دوست دارید من خیلی شاد شدم از دیدار شما ما هم همچنین و صحبتی که با شما کردیم برای من خیلی خوش آمد فکر نکنید انجا این برای ما هست من هم همینطور فکر کردم خوب میخواستم در ادامه کمی از صحبتی که قبلا داشتیم فرج میشویم و یک روبریکا داریم یک بخش داریم که اونجا جو کردیم زرد و مسئله های توجیکی رو من میخواستم که شما کمی شرح میدادید که این زرد و مسئله ها از دیگاه شما چی معنی دارن بعد از چند لحظه برمیگردیم این صحبت رو ادامه میدیم من پیشنهاد میکردم که الان سرود دیگر شما رو بشنویم پس اون با صحبت هم رو ادامه میدهیم چی گفتید؟ باشه دوستان عزیز با قهوه با سهراب شاه بمونید زیرا در مهمونی ما حضور دارند ماه پیکر یاروه و خجسته بانو بعد از چند لحظه برمیگردیم او رو همراه باشید غریبه بی نشونی اومدی تو
دوستان عزیز برگشتیم سر صحبتمون در قهوه با سهراب شو و یادوار میشویم که در مهمونی ما حضور دارند خجسته میرزاولی و خانم محپیکر یاروا بار دیگر خوش اومدید چگونه که گفتیم در ادامه با شما پیشنهاد میکنیم یک چند ضرب المثلی توجیکی و خواهیم فهمید که تا کجا این ضرب المثلها در حیات روزمره شما استفاده میشوند یا نه و چگونه معنی دارند از نگاه شما با کدام شما پیشنهاد کنم البته خانم محپیکر خوب ضرب المثل اول همین است یک زدنی آهنگ صد زدنی سوزنگ در حیات هم همین خبر است که یعنی صد زدنی سوزنگ یک همون گویم یک انا همون کار خطی یک بار انا مش زدن خطی باید کارت حل شود از اون کی صد سوزن میزنی از اون کی تو در بار میزنی میکنی یک آهنگ میگوت میزنه تمام یعنی من چی فهمیدم از سخن شما خانم محپیکر یک کار باید با نقشه پیشکی طرح ریزی شده با یک مراتی انجام یک مراتی با پیشنهاد میکنم زد مسئله نراتی رو با خود یستم سری زلفی تو نشود سری جدی میکنید شما جدی میستده جدی خب باشه من باید دو جمله با زبان روسی چنانی که میگن نیزمینی مخنیت میدونین در همین زندگی خودش یک مبارزه است برای این باید همه وقت پیشرفت باشی کار کنی هم چی در جهت مهر و محبت و مناسبت دو کس چی در کار و فعالیت من فکر میکنم که اگر یک نفر گرم میبه جای او را میگیرد بله هیچ وقت یکان کس تنها نمیمونه از جهت این فکر من است که هیچ وقت کسی تنها نمیمونه این هست برای که آدم ها زیاد هم چند میلیون احالی هستی خب باوری دارم که همین جای یک کسی رفته رو یک کس دیگر از بین هم ده میلیون میگیرد خالیگی رو پر میکنه چی در جای کار باشد؟ سر زوفی دیگره به همین من خوب ادامه میدیم زر مسئله نوبتی به شما خون مخبای کرد از دوست یکی شورا از مو به سر دویدم یعنی دوستی که دوستش میداری دوستی که بدیلت نزدیک است البته که اگر در یک وزبینی غلطی ده باشد از دوست یک شورا از مو به خود دویدم مثلا من اینا همیشه میفهمم هست دیگر گونه هم میتوانم ما اینا تحلیل کنیم یک معنی دیگر دارد که من میگم اپای ما پکر من زیغ شدم بینم بگو یک جا بشم دایده دایده اپای ما پکر روز میشم من البته که روز میشم یعنی هم دیگر فهمی یعنی در وقتی وزبینی با دوست کمک کردم بهتری خوب کجاست سنگی وزنین رو نمیبرد سنگ وزنین رو آب نمیبرد بازم که همین اپای ما پیکر گفتن من از این طرف به شما شعر میدیم که به فکر من همین هنرمند هم که اگر یک ته کرسی داشته باشد عموما چی انسانی باشد که در کسب خود در هنر خود یک ته کرسی به قوت که داشته باشد خب آب نمیبرد چون که خانه هم باشد همون تهجویش رو اگر که به قوت که کرده سالهای سال میگیرد خدمت میکنند با تو من فکر میکنم که همین انسان باید از جهتی هم عقل و سواد و هنر و کسب باید ته کرسی خود را مستحکم کنند یعنی اگر از طرف کسبی بگیریم شما یک هنرمند رو وصف کردید و کسبیت تکیه به کسبیتش کرده بله 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 در ضرب المثل رو شرح بود بله بله در زندگی اون است که انسان نباید گردن شخ شود به قول درست نباید رو هفتادش شود نباید به نهایت زیاد تکبر باشد این مثال فکر میکنم اون است که سنگ وزبین رو آب نمیبرد من خوکسور بودن فکر میکنم خوکسور بودن و یه چیزی هست که وقتی که تو بحث میکنی بحثی تو جنگ میرود یک کس باید وزبین باشد یعنی چقدر تو ان همون وزبینی رو انتخاب کنی و خاموش باشی بگذار بگذار آن بویم آن دوستی تو در سرت چرمه زمش کند وزبینی و صبرت قطعی تو برد میکنی
از اونی که تو وا 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 گفته دو دفعه هم میبرد تو اونی کنی همون بحث هم اونجا خوب زرم مسئل دیگر خوب که وطن از تخت سلیمان خوشتر این به همه معلوم است ولی فکر میکنم همه هر گونه شهر میریاد خاک وطن رو با هیچ چیز عوض کرده نمیشود چون وطن در قلب هر یک گویم شهروندی که وطنش رو دوست میدارد در قلب هر یکی اوناست و در ما نیز هست و کجایی که ما نرویم کجایی که سفر نکنیم باز وطن خود باز جایگاه خود باز آن همه خاکش یعنی ببینید اینقدر زیاد رفتگی هستند یعنی مسافر شدگی هستم بعد همون جنگ شهروندی و بعد چندین سالهای طولانی باز برگشتم به وطن یعنی خاک وطن میکشد میکشد خاکش تخت و بخت داریم ولی میکشد خاک وطن بزرگ صابر شدروان گفتگی بود در یک مصرع شعرش میکشد خاکش خاک و خاشاکش یعنی وطن میکشد وطن مادر است یعنی ناز و نوزی ما در وطن خودمون میبردارم حرمت و احترام ما در وطن خودمون است یعنی ما در وطن خود آزادانه میتوانیم در خیابان ها گردیم آزادانه صحبت کنیم طرز لباس پوشی ما به یک کسی کار ندارد یعنی ما در وطن صاحب استقلال زندگی داریم که 30 سال نو شده است و خیلی هم جوان است خوب خیلی هم زیبا وصف کردید زیبا شرح دادید و فکر میکنم یکم خندیدید شوخی هم کردید دوستان عزیز روبریکای شرح یک چند ضرب مثل بود از جنبی هنرمندان خجسته بانو و خانم پیکر بعد از شما باز برمیگردیم او رو همراه باشید خوب خانمانی زیبا من خیلی شد شدم از دیدارتون تشکر دیر بوز فکر میکنم و از نزدیکی خیلی صحبت نکرده بودم و صحبتی آزاد و صمیمی هم نداشتیم من شد شدم از اون که این لحظه با شما در قهوه با سهراب شد در قهوه با من یک صحبتی خوب و خوش کرده و بازم اگر تکرار بشود از دیدارتون شد شدم سلامت باشید سلامت که اومده بودی اشتراک کرده و یک صحبتی خوب و خوشی تشکر برای قهوه پیش از انجام برنامه من میخواستم به شما یک تحفه که از جانب مؤسسه خود از جانب برنامه است پیشنهاد کنم پس اون فکر میکنم جنبست میکنیم برنامه رو با یک سرودی زیبای خوجسته بانو خوب این هدیه ها هم همین گونه هدیه های اگر چی عادی نمویند در نبت یاد من فکر میکنم اگر کشوید در داخلش ببینید که چی هست خیلی هم جالب خواهد بود خیلی فنجور خوب قهوه با سهراب شو از تلویزیونی سفینه تشکر سهراب شو برای توفه زنده باشید من فکر میکنم توفه نام قدر توفه گران ارزش است ولی چون رمزی برنامه ما همچون رمزی برنامه با شما تشکر دهدو کرده و فکر میکنم گم در اون نیست که توفه گران ارزش است گم در انا همون لطفی شما هست که شما کردید سهراب جان تشکر برای توفه خیلی لطف کردید و این تشکر برای دعوتتون به این برنامه سلامت باشید من خیلی شد شدم از اون که با شما یک صحبت خوش داشت تشکر سلامت دوستان عزیز یادآور میشم که در مهمانی ما در برنامه ما حضور داشتن دو نفر بانوی خوش‌سلیقه دو نفر هنرمندی خیلی هم حرفه‌ای در کسب و کار خود یکی خانم پیکری رو و دیگری خجسته میرزوانی با شما خداحافظی میکنیم تا هفته دیگر ما رو هم راه باشد
Наш